20 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است. اما بسیاری از کودکان بر اثر آنچه که این روزها بزرگترها در دنیا به وجود آوردند، حال و روز خوشی ندارند. تدروس آدهانوم میگوید 45 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر جهان، یعنی از هر 15 نفر یک نفر، به طور خطرناکی لاغر بوده و از کاهش شدید وزن رنج میبرند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. 20 نوامبر روز جهانی کودک است که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک و در سال 1989 نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. اما گویا این روزها بسیاری از کودکان در نقاط مختلف دنیا به دلیل جاه طلبی و خشونت طلبی بزرگترها از زندگی عادی بهره نبرده و با شرایط سختی دست و پنجه نرم می کنند. رئیس سازمان جهانی بهداشت WHO روز دوشنبه هشدار داد که تخمین زده می شود سالانه 1 میلیون کودک در سراسر جهان بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. تدروس آدهانوم گبریسوس در جریان سخنرانی خود در اجلاس جهانی امنیت غذایی بریتانیا در لندن تأکید کرد که جهان تا رسیدن به هدف حذف گرسنگی و سایر اشکال سوء تغذیه تا سال 2030، هدفی که در سال 2015 تعیین شده است، فاصله زیادی دارد. رئیس سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان کرد که در سراسر جهان 45 میلیون کودک زیر 5 سال یا از هر 15 نفر یک نفر از مشکلات زندگی و تغذیه ناکافی رنج میبرد و به طور خطرناکی به کاهش وزن و لاغری مبتلا هستند. وی در ادامه خاطر نشان کرد نزدیک به 14 میلیون نفر از این کودکان، یعنی بیش از 1/3، از مشکلات و بیماری های شدید رنج میبرند که آنها را در بالاترین خطر مرگ و میر قرار داده است. این کودکان که بیماری های متوسط یا شدید دارند 11 برابر بیشتر در معرض مرگ و میر هستند، زیرا ایمنی ضعیف بدن آنها موجب می شود که سریع تر به بیماری هایی مانند اسهال و ذات‌الریه مبتلا شوند. رئیس سازمان جهانی بهداشت در ادامه گفت به این فکر کنید که زمانی که ما جلسه امروز خود را به پایان رساندیم، حدود 900 کودک به دلیل نداشتن غذا یا مراقبت کافی جان خود را از دست خواهند داد. کودکانی که زندگی آنها تازه شروع شده است. عواملی که در ابتدا به بیماری‌های خطرناک و از دست رفتن جان کودکان نقش دارند، عمدتاً از فقر و افزایش هزینه‌های مواد غذایی، بیماری‌های قابل پیشگیری، دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی و امکانات ناکافی بهداشتی ناشی می‌شوند. علاوه بر این، خطرات گرسنگی و قحطی به دلیل بروز جنگ و درگیری‌ها، تغییرات آب و هوایی، بلایای طبیعی و کاهش منابع تشدید شده است. رئیس سازمان جهانی بهداشت همچنین به 23 کشوری که نقشه راه کشور خود را برای مقابله با مرگ و میر کودکان تکمیل کردند اشاره کرد. تدروس گفت من به این کشورها به دلیل این اقدام آنان تبریک میگویم. اکنون باید از این کشورها حمایت کنیم تا نقشه راه خود را به عمل تبدیل کنند و زندگی کودکان را نجات دهند. او در ادامه افزود فکر این که کودک یا فرزند کسی به این شکل رنج میبرد و به این دلیل جان خود را از دست میدهد غیر قابل تحمل است، زیرا این مرگ ها قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. این اجلاس یک روزه توجه بین المللی را بر عمیق تر شدن بحران امنیت غذایی جهانی متمرکز می کند و به تقویت تلاش ها برای دستیابی به پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه کمک می کند. این برنامه برای بسیج حمایت از راه حل‌های پایداری طراحی شده است که از گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه جلوگیری می‌کند. علی اکبری،
اخبار شیعه. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام علیکم و رحمت الله و خدمت همه بینندگان دارم. آقای دکتر، در گزارش رئیس سازمان بهداشت جهانی از ضعف ایمنی بدن بر اثر سوء تغذیه و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های چون اسهال و ذات‌ریه سخن گفته شد. بفرمایید چگونه این اتفاق برای این دسته از کودکان رخ میده؟ بله، همچنان که در گزارش آمد، سوء تغذیه عامل اصلی مرگومیر در نزد اطفال و در نزد کودکان هست. چون سوء تغذیه زمان است که رژیم غذایی فرد مواد مغذی کافی با تعادل مناسب برای تأمین سلامت مطلوب فراهم نکند و به مخاطر است که پیش این اطفال کاهش وزن به وجود می آید، کاهش اشتها به وجود می آید، خستگی به وجود می آید، کمبود انرژی و از دست دادن توده عضلانی به وجود می آید و این زمان است که مواد مغذی کافی وقتی میگم نمی رسن معنایش کیست که پروتئین‌ها های مختلف بدن نمیرسه بر اثر کمبود مواد غذایی و مواد معدنی مختلف نمیرسه، ویتامین های مختلف نمیرسه، اکشن چیزهای یک مشکلاتی وقتی به وجود آمد توی تغذیه به وجود میاد و توی تغذیه زمینه را متعاید میکنه بر دو تا بیماری بسیار شایع که همچنان که فرمودین یک ذات‌الریه هست و یک اسهالات. ذات‌الریه و اسهالات تا زمانی که بیزش و زمینه اصلیش که سوء تغذیه هست در این موارد درمان نشود، برطرف نشود، این سوء تغذیه و اسهالات درمان نمیشه. بنابراین وقتی ما میشنویم که سالانه حدود 1 میلیون کودک در سراسر جهان جان خود به خاطر سوء تغذیه از دست میدن، این یک خبر عجیبی نیست. چون سوء تغذیه یک زمینه ای است در مرگ و میر. راهکار پیشگیری از این گونه بیماری ها و در صورت بروز این بیماری ها، راه معالجه آنها با توجه به امکانات کم این دست از خانواده چه می باشد؟ بفرمایید. یک برای پیشگیری از بیماری سوء تغذیه، که سوء تغذیه خود یک بیماری نیست، بلکه یعنی زمین اساس است برای بسیاری از بیماری ها، برای پیشگیریش باید تغذیه کافی صورت بگیرد، غذای سالم در دسترس خانواده ها قرار بگیرد، فقر بیکسان شود، از درآمد خانواده ها به اندازه کافی باشه که تغذیه سالم در کودکان فراهم شود. برای معالجه سوء تغذیه لازم است که تمام مواد تغذیه کننده فراهم شود و بیماری هایی که به وجود آمده در مراکز مجهز درمان شود و کمبود ویتامین ها باید جبران شود، کمبود پروتئین جبران شود و همچنین کودکان در یک فضای سالم روحی روانی هم قرار بگیره، که البته یک از فاکتورهای پایین آمدن تغذیه هم همین است. بله، سازمان‌های امدادگر و حقوق بشر چه امکانات و داروهای اولیه‌ای برای کاهش مرگ و میر این دست از کودکان بایستی به خانواده‌های آنان برسانند؟ بفرمایید. سازمان‌های امدادگر و حقوق بشری آنچه که برای مهار سوء تغذیه در سطح جامعه انجام میدن و مرسوم است، عبارت از پخش و نشر و در دسترس قرار دادن کپسول‌های دارای ویتامین ای هست و همچنین بسته های مواد مغذی هست که برای کودکان داده میشه. ما در افغانستان هم شاهدش بودیم، متاسفانه این خیلی کافی نیست و همچنین متاسف عرض بکنم که این سازمان ها قدرت بالاتر از این ندارن، مثلا نمیتونن اینا جنگ را مهار بکنن، خشونت را مهار بکنن، تبعیض را مهار بکنن، اشتغال زایی بکنن تا این مشکل ریشه‌ای حل شود. اگر ریشه‌ای حل نشود، ما هم
همچنان سالانه شاهد مرگومیر میلیونی کودکان در سطح جهان خواهیم بود بر اثر سوء تغذیه. سپاسگزارم از شما های دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، با ما همراه بودند.